بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور علی نور، بسم الله الذی هو مدبر الامور. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان و دوستان و مهربانان، همراهان همیشگی برنامه زنده و مستقیم روشنا. امیدوارم که عزیزان در هر کجایی که زندگی میکنید انشالله همواره صحتمند، سلامت، جانجور و در امنیت زندگی بکنید. یک روز شنبه دیگه است و باز هم در خدمت کارشناس محترم خانم دکتر خاوری هستیم و از حضوریشون استفاده میکنیم. سلام علیکم خانم دکتر، بسیار خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت همه بینندگان محترم برنامه روشنا و همینطور آرزوی صحتمندی و سلامت دارم برای هر کدامشان در هر نقطه ای از این جهان خاکی و سر میبرم. تشکر از شما خانم دکتر. بینندگان عزیز، یک چیزی که ما و شما حتما بسیار شنیده ایم، در منبرها شنیده ایم، در مکتب شنیده ایم، در دانشگاه شنیده ایم، در گفتگوها و محاورات عادی شنیده ایم که بسیار ارزشمند است و یک صفتی است که انسان بزرگوار باید داشته باشه، صفت بخشش است. ما و شما شنیده ایم که میگن بخشش از بزرگان است. کسی که میخواهی که بزرگوار باشه باید که کریمانه زندگی کنه، بخشندگی داشته باشه. به ویژه در شرایط سخت این معنای بسیار زیادی پیدا میکنه، مانند همین شرایطی که الان مردم از ما هستند. متاسفانه به خاطری که بسیاری از مردم از جای خود به جای شدن، بسیاری از مردم شغل خود و وظیفه خود از دست دادن، بسیاری شرایط دشواری دارن، بسیاری نمیتونن که اگر که پول و پیسه ایدن با بانک ها دارن اموره از بانک بکشن، شرایط بسیار دشوار شده. در این شرایط دشوار بخشش بیشتر معنا پیدا میکنه، چون نیاز مردم بیشتر است. در این برنامه همطور که شما عزیزان فهمیدید از این مقدمه کوتاهی که من گفتم، موضوع برنامه این هفته و انشالله هفته های آینده که در خدمت خانم دکتر خواهیم بود مسئله بخشش هست و میخواهیم که خانم دکتر برای از ما و شما توضیح بدن خانم دکتر اساسا بخشش چیست، چه معنا داره و چه ضرورتی داره. کاملا درست فرمودید. از مقدمه شما تشکر میکنم. بخشش کردن، ما بخشش را وقتی میخواییم معنا بکنیم، اینجا فقط بخشش مالی مد نظر ما نیست. بخشش به معنای هرچی که انسان بتواند ببخشه، داشته باشه و بدهد، که اهمیت بحث بخشش از اینجا روشن میشه که چون ما میخواییم یک سب که زندگی توحیدی و معنوی را ارائه بتیم، بله، اصلا این سبک زندگی در همامیخته و مخلوط و ممزوج هست با بحث بخشش. به این صورت که اگر کسی میخواهد زندگی توحیدی داشته باشه، اگر میخواهد معنوی زندگی کنه، محبت باید بکنه. محبت کردن را هر انسانی دوست داره، دوست داره که مورد محبت واقع شود و یا ای که خودش نسبت به دیگران محبت داشته باشه. و یک راه ابراز این محبت بخششه. خب ما محبت زبانی داریم، با زبان خود نسبت به دیگران محبت میکنیم، خب این خوب هست ولی کافی نیست. و محبت قلبی هم داریم، خب این هم یک نفر در دل خود یک نفر دیگر دوست میداریم، کاملا به دل خودمان او شخص را دوست داریم. و یک محبت، محبت عملی است. بخشش از نوع محبت عملی است. این نشان میده که ما نسبت به یک شخص او حس مهربانی، او حس محبت کردن در ما وجود داره و چون این وجود داره ما نسبت به این شخص بخشش خواهیم داشت. و باز خانم دکتر چقدر تأثیر مثبت برای فرد مقابل داره، چون از این وسیله درک میکنه که او مرا دوست داره که دزم بخشش کردم و ارتباط ها محکم میشه. کاملا، چون میدانیم که کسی که محبت میکنه و محبتی از باب بخشش داره، این داره در واقع از منفعت هایی که بهش میرسه گذر میکنه در واقع. بله. اون محبت، اون منفعت رو که بهش میرسه گذر میکنه، بلکه شخص را، اون شخص مقابل خودش را
از باب ای که خودش را دوست داره باش رفتار میکنه. بنابراین محبت کردن از نوع بخشش بسیار اهمیت داره و میتونه یک سبک زندگی توحیدی و معنوی را برای ما به ارمغان داشته باشه. درست است. بنابراین شخصی که محبت میکنه چون این خصوصیات را داره، خب شخص طلبکار دیگه نیست، از در قبال اون محبت خودش از اون شخص مقابل چیزی درخواست نمیکنه، چون منفعت خودش گذشته، چون از منفعت خودش گذشته. در رابطه با اهمیت بخشش، ما میدانیم که در رابطه با حج چقدر در متون دینی روایی و فقهی ما مطلب زیاد داره و اصلا روایت داریم که خداوند مباهات میکنه به خاطر بحث حج به فرشتگان. حال باز در بحث بخشش میگن که چی؟ در این رابطه پیامبر میفرماین که حج نیکو جزایی جز خدا ندارد. پس این در رابطه با حج. اما باز امام صادق علیه السلام میفرماید تأمین نیازهای فرد مؤمن بهتر است از چی؟ از هزار حج قبول. هزار، یعنی هر حجی رو که خداوند اینقدر برش اهمیت قائل است، ولی تأمین نیازهای یک فرد مؤمن از هزار تا حج هم بالاتر حج و برتر. چون ممکنه یک نفر به حج بره و زیارتش قبول نباشه، و اگر یک نفر تمام شرایط را رعایت بکنه، شرایط ظاهری و شرایط باطنی رو، در اون صورت میشه گفت که حج کاملا قبول درسته. شرایط بسیاری داریم بله. دیگه در قبولی حج که باید همه اونها باشه که تا حج ما یک حج مقبول واقع باشه. چون خانم دکتر اساسا بخشیدن بسیار سخت است، چون انسان یک موجود است که خودش برای خودش بسیار پررنگ است، خودخواه و خودمحور است، خود بسیار دوست می‌داره و بیشتر دوست داره که از این طرف اون طرف یک چیزی به سمت خودش بیاره تا اینکه یک چیزی را از خود به دیگری بده. و کسی که بخشش میکنه با این طلب نفس خودش مبارزه میکنه. بله کاملا. از او جهت است که بسیار ارزشمند است. کاملا درسته. یعنی در واقع میگیم اون منفعت را گذر میکنه از منفعت خودش و به دیگران توجه به دیگران دارد، یه دیگری را مد نظر میگیره. و در اسلام بسیار ما دیدیم و شنیدیم و میدونیم که ارزشمند و پر اهمیت از توجه کردن به دیگری. این اگر انسان بتونه که از خودش گذر کنه، نگاهش به دیگران باشه، اخلاق خودش را متناسب با اینکه چطور با دیگران خوب برخورد بکنم، چطور دیگری در راحتی و آسایش باشه، در آرامش باشه تنظیم بکنم، از نظر روایات اسلام بسیار ارزشمند است. ما هرچی که میخوانیم در روایات میبینیم هر چقدر که انسان از من خودش عبور بکنه، از این وجودی که هست عبور بکنه به فکر دیگران، چه اولادش باشه، چه خانوادش باشه، پدر و مادر یا جامعه بزرگتر، کل جامعه مسلمین یا حتی کل جهان باشه، ارزشمندتر است. کاملا درسته. و در متون دینی ما و روایات ما باز یک سری مقایسه هایی هم صورت گرفته بین بخشش و چیزهای دیگه. ما به عنوان نمونه روایت از امام صادق علیه السلام را میخوانم که ایشان فرمودن جاهل سخاوتمند بهتر است از کی؟ از شخص عابد بخیل. بنابراین بین دو نفر اینجا مقایسه صورت گرفته، جاهل سخاوتمند، شخصی که جاهل است، نمیداند، نادان هست، و عابد، کسی که عبادت کننده هست بله. ولی در عین حال بخیل، اهل بخشش نیست. خب ما از این مقایسه چی میتونیم بفهمیم؟ یعنی ای که چرا حضرت چنین مقایسه ای را انجام دادن بین جاهل سخاوتمند و عابد بخیل؟ چون ما میدانیم مشخصه که بین جهل اصلا خوب نیست. ما باز بسیاری روایات داریم که خب جهل خوب نمیدانه، در مذمت جهل داریم. و باز در برابر روایات بسیار زیادی داریم برای که چقدر عبادت پسندیده و نیکوست. کاملا درست. بنابراین پس
اینجا بخشش یک کاربردی داره و کاری میتونه بکنه که این شخص جاهل را ببره بالا و شخص عابد را پایین تر از شخص جاهل قرار بده. بنابراین بسیار اهمیت داره، یعنی که سخاوت شخص جاهل جهل او را جبران میکنه، جهلش را جبران میکنه و بخل شخصی که عبادت کننده هست باز عبادت او را پایین میاره و باعث میشه که شخص عابد پایین تر باشه از شخصی که جاهله، که این به وسیله بخشش صورت میگیره. بنابراین بسیار اهمیت داره عبادتی را که انسان را، فلسفه خلقت انسان را عبادت در قرآن یاد شده، باز سخاوت وقتی در کنارش قرار میگیره یا در مقابلش بخل قرار میگیره میتونه این معادله را عوض بکنه. شاید بخوام دکتر رازش در همین مسئله باشه که عبادت یک مسئله فردی است اما یک نفر را بالا میبره، ولی کسی که بخشش میکنه جامعه خودش را میتونه نجات بده. این ارتباطات کانکشن بین جامعه اسلامی، افراد جامعه اسلامی برقرار شده، یک جامعه خوب داشته باشیم، از همدیگه حمایت داشته باشیم، حمایتگری داشته باشیم، در نهایت این جامعه اسلامی که بالا میره. کاملا درسته. پس یک نکته و نکته دوم که میتونیم از این روایت بفهمیم این که پس سخاوت هم خودش نوع عبادت هست. نمیشه که وقتی در مقایسه شخص جاهل که سخاوتمند هست برتر میشه از عابد، پس ما میفهمیم که سخاوت هم خودش یک نوع عبادت محسوب میشه، جز برترین انواع عبادت باشه. کاملا درسته. و اصلا در ذهن ما، ما فکر میکنیم که دینداری و معنویت در ایست که انسان فقط یک گوشه بشینه نماز بخونه یا روزه بگیره همین کافیست. ما به این شخص فقط دیندار میگیم، این ذهنیت و فکر ماست، ولی در واقع دین اسلام آمده بگه که دینداری و معنویت یک سبک زندگی است. یعنی شخص دیندار و شخصی که اهل معنویت هست، ما دین و معنویت را باید در کل زندگیش ببینیم، در ارتباطش با خدا، خب به وسیله نماز خواندن و روزه گرفتن، در رابطه با بقیه، یکیش میتونه همین بحث بخشش و محبت کردن به دیگران باشه. بنابراین اهمیت بحث بخشش بسیار برای ما واضح و روشن شد. و در این رابطه داستان سامری و حضرت موسی را شاید شنیده باشیم که زمانی که حضرت موسی میره به میقات، مدت یک کم طولانی تر میشه. بله. اتفاقی که میافته سامری میای مردم را گمراه میکنه و او گوساله را میاره که مردم او را پرستش بکنه، یک اتقام و مردمی را گمراه میکنه سامری. و در نهایت گفته میشه، باز در روایات ما میای در رابطه با سامری، ای که حضرت موسی از سامری گذشت و او را باش مبارزه نکرد به خاطر ای بود که سامری اهل بخشش بود. باز ببینیم چقدر تأثیرگذار است بحث بخشش کردن. این در روایت آمده که هم از امام صادق و هم از امام سجاد علیه السلام روایت شده که گذشته از سامری به خاطر بخششش بود. این در واقع گناه سامریم کم گناهی نبود، یک عده گمراه کرد، یک عده گمراه خداپرستی به سمت گوساله پرستی برد، اما فقط به خاطری که فرد سخاوتمند و بخشنده بود مورد بخشش قرار گرفت. کاملا درست. و کافی که باز ما سخنی از حضرت علی علیه السلام هم در ذهن ما باشه که بفهمیم بخشش کردن چه اهمیتی داره. ایشان میفرمان از دنیا برای کسی چیزی نمیماند الا اون مقداری رو که برای آخرتش بخشش میکنه. خب ما میدانیم دیگه در این دنیا که زندگی میکنیم حس میکنیم که مالک خیلی از
منفعت ها و چیزها هستیم، ولی موقعی که از دنیا میریم هیچی از دنیا به جز یک کفن با خود نمیبریم. ولی حضرت میگن اگر میخواهی از دنیا چیزی با تو همراه شوه و با خودت ببری، او بخشش هایی را که میکنی اونها به درد تو میخوره و با تو همراه میشه. ولی اگر هر چی که مال و منافع دنیوی را کسب کنی در همین دنیا میمونه و خودت وارد آخرت میشی تنها. البته این مسئله را خانم دکتر مردم از ما بسیار درک میکنن. من همین دیشب با یک نفر صحبت میکردم از همین بیجا شدگان حوادث اتفاقات اخیر کشور، و این بنده خدا میگفت که من تمام زندگیم به جای موند، یک دنه کلی پشتی، یک دنه کیف در پشت خو کردم و دیگه هیچ چیز، اگر که از زمین و اگر حتی پول و پیسه، اگر که از گاه و مال، همه چیز در جای موند و خودم از جای خود به جای شدم. این در واقع زندگی هم میاد دیگه، هر چقدر که ما جمع کنیم، گرد کنیم، گرد هم بیاریم، باز هم در نهایت اینا از مال از ما نیستن، برای دیگران میمانن، بازماندگان از ما. کاملا درسته. و یک اتفاق کوچیک و یا یک حادثه ما اصلا نمیتونیم جمع کنیم، هر آنچه هم که ذخیره کرده باشیم تضمینی وجود نداره که فردایی از ما باشن. کاملا درسته. برای این نوع نگاه بسیار نگاه و نگرش ما رو نسبت به بخشش تغییر میده. بنابراین بخشش چقدر مهمه که مقایسه شده با حج، مقایسه شده با عبادت و همراه و ذخیره انسان است که با او به او دنیا میاد. ولی ما میدونیم که هر چه ذخیره کنیم به همراه ما نمیاد. بنابراین نیاز از اهمیت بخشش فکر میکنم که برای ما و برای بینندگان ما مشخص شد که بخشش کردن چقدر اهمیت داره در زندگی ما. و این بخشش کردن هم حواس من باشه که فقط بخشش کردن مالی نیست، میتونه این بخشش رو یه خورد و وسیع در نظر بگیریم. بخشش را میتونه از گذشت نسبت به دیگران، وفاداری، مهمانداری، که باز انشاءالله مصادیق و نمونه هاش باز بیشتر توضیح میدیم که بله انشاءالله. باز یکی از مصادیق که قطعا شما توضیح خواهید داد ولی به ذهن از من رسیدی، که من یک گروه را میشناختم که اینا انسان های بسیار شریفی بودن و اطفال را آموزش میدادن و رایگان، بدون اینکه پول و پیسه دریافت بکنن، اطفالی که فقیر بودن، اطفالی که در خیابان بودن را میگرفتن و برایشون سواد یاد میدادن. و فکر میکنم این هم یکی از مصادیق بسیار زیبای بخشش باشن. بله بله. خب دکتر اگر اجازه بدن یک میان برنامه را ببینیم و باز در خدمت شما خواهیم بود. بسیار تشکر شما. بینندگان عزیز و محترم بسیار تشکر میکنم که تا این لحظه بیننده برنامه خودتان بودید. یک میان برنامه کوتاه را میبینیم و باز برمیگردیم. کاروانی کوچک در صحرای سوخته و پیش می رود، صحرایی که از آسمانش مرگ می بارد و از زمینش بلا می روید. این کاروان کوچک تنها در آغوش مرگ خیمه خواهد زد و اهل آن تنها در لباس سرخ حاجی خواهند شد. از سرزمینی می گویم که سنگین ترین داغ ها را به دوش می کشد، از خاکی می گویم که عظیم ترین ذبیح الله را در خود جای داده است، از کربلا می گویم، از کربلا می گویم، از سرزمینی که خاک نیست تا غبار زمان بر آن بنشیند، قصه نیست تا از یادها برود، قطعی از بهشت است که بر خاک نازل شده است. کربلا یک سرزمین سوخته در میان درود نیست، کربلا معبر عشق است. کربلا سرزمینی است که در خاکش 72 ستاره خونین خاکستر شده اند. کربلا سرزمینی است که خاکش رشک بهشت است و عاشورا شگفت ترین فصل تاریخ است. روشن ترین راهی که از سال 61 هجری تا کجای زمان کشیده شده است. کربلا
عمیق در این زخمی است که بر جانها نشسته است. رساترین فریادی است که در سرسرای تاریخ تنین افکنده است و اینک حسین به کربلا می آید. می آید تا یزید همه کاره دنیا نباشد. می آید تا آیین سبز محمدی صلی الله علیه و آله و سلم به دست فرزندان ابو سفیان در خاک نشود. می آید تا ذوالفقار علی علیه السلام در نیام نپوسد. می آید تا پرشکوه در این حج تاریخ را به نمایش بگذارد. می آید در طواف عشق لباس سرخ شهادت بتن کند. می آید تا حج از روزمرگی بدر آید و کعبه دیگر خواب خدایگان پوشالی را نبیند. می آید تا از این پس طواف اهل دل کربلا باشد. از کربلا تا قیامت خطی ممتد کشیدند، جاده‌ای برای سفر عشق، راهی برای رفتن و رسیدن. پای در راه بگذار، می‌بینی که جاده خود راهبر است. کربلا سرزمین شگفتی است که تنها با دست و پای قطع شده میتوان به وصال رسید. اگر مرد راه باشی، تکلیف فقط با کربلا روشن می شود. راهی که تنها با پای عقیده و جهاد پیمودنی است. اینک این تو و این کربلا، در این آزمون حیرانی و در این ابتلای عظیم کجا خواهی استاد؟ در صف حسین یا یزید؟ السلام علیک یا ابا عبدالله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و دوستان و محترمان. ادامه برنامه روشنا رو در خدمت شما بزرگواران هستم و همچنان از حضور خانم دکتر خاوری استفاده میکنیم. خانم دکتر، بحث ما در باره بخشش بود و شما فرمودید که روایت بسیار زیادی وجود داره که بیان میکنه چقدر بخشش و بخشیدن و زندگی کریمانه داشتن از نظر اسلام ارزشمند است. ادامه بحث رو در خدمت شما هستیم. ما در رابطه با اهمیت بخشش صحبت کردیم. در رابطه با بحث بخشش بحث‌های بسیار زیادی، ولی قبل از این که وارد او بحث‌ها شویم، بسیار خوبه که نوع نگاه خودمان را و نوع نگرش خودمان را نسبت به بحث بخشش مشخص بکنیم. در خیلی از مسائل، مثلا ممکنه که در رابطه با درس خواندن، ازدواج، این بحثا، خب ما میدانیم خب لازمه یک شخص ازدواج بکنه، درس بخونه، کار داشته باشه، وظیفه داشته باشه، ولی وقتی که نوع نگاه رو او شخص نسبت به اینا مشخص میکنه، تکلیفش در او طی او مسیر خیلی واضح و روشنه. میدونه که خب من کدوم کار را انتخاب بکنم، کدوم وظیفه را داشته باشم، سر یه وظیفه برم نرم، یا ای که درس خود تا کجا بخونم، چی بخونم، با چه کسی ازدواج بکنم. اینا همه ناشی میشه از نوع نگاه ما به اون مسئله. یعنی برای مثال، مثلا خواهم دکتر، یک فرد است که هدفش مثلا در زندگی است که به خانوادهش کمک کنن، یک نفر دیگه در کنارش از هدفش هست که پیشرفت کنه، اون کسی که هدفش هست که به خانواده کمک کنه، دیگه فرد دیگه اردو برای یک وظیفه تلاش میکنند. ولی این کسی که هدفش پیشرفت خودش هست، ممکنه هر کاری بکنه تا که در اون وظیفه موفق شد و به موفقیت فردی خودش برسه، ولی اون کسی که هدفش خانوادهش هست، شاید یک جایی احساس کنه که حضور من در این وظیفه مختل کننده شرایط خانواده است و احساس میکنه به نفع خانواده است که
کنار بکشن. کاملا درست. چون اهداف متفاوت هست و نگاه ها به اون شغل و اون وظیفه متفاوت کاملا هست. درسته. یک مثال بسیار ساده در این رابطه بخوایم بزنیم، مثلا ببینیم که نوع نگاه ما چه تاثیر داره در اعمال داره ما. همیست که ما اگر حس بکنیم که تنبیه بدنی، یعنی زدن لت کردن بچه یا فرزندان ما در تربیت تأثیر گذاره، یعنی خوب است، اگر یک پدر یا یک مادری این نگاه را نسبت به این قضیه داشته باشه، بنابراین خب وقتی که فرزندش را حالا ناراضی باشه ازش تنبیه بدنی را انجام میده، ولی در مقابل یک پدر مادری است که این را ناپسند میدونه در امر تربیت کردن، بنابراین هیچ وقت حتی اگر ناراضی هم باشه تنبیه نمیکنه و کاملا درسته. این میخواییم بگیم که ببینید دو نوع نگاه داریم نسبت به همین لط کردن. یک نوع او رو ناپسند میدانه بنابراین انجام نمیده، اما یک نوع دیگه پسندیده میدانه و انجام میده. بنابراین میخواییم بگیم که کارهایی که ما انجام میدیم همه از یک جای سرچشمه میگیره که او سرچشمش همین نوع نگاه و آگاهی ما نسبت به اون مسئله است. بنابراین ما هم اگر میخواهیم انسانی بخشنده باشیم و بخشش کنیم به دیگران، ابتدا باید کاری که انجام میدیم نوع نگاه خودمون رو مشخص کنیم، چه نوع نگاهی داشته باشیم به بخشش که بخشش ما یک بخشش کاملا توحیدی باشه، مطابق با سبک زندگی توحیدی. مواردی هست که انشاءالله در رابطه با اینها خواهیم پرداخت و صحبت میکنیم. بله. مورد اول یکی خداوند رحمان. اصلا بیایم ببینیم کسی که ما را خلق کرده خودش را چگونه معرفی میکنه. ما در ابتدای هر سوره و در ابتدای قرآن اول با نام چی شروع میکنیم؟ بسم الله الرحمن رحیم. یعنی خداوند خودش را در ابتدا با صفت رحمت خودش و بخشندگی خودش معرفی میکنه. بله. بنابراین پس بخشش هم جزء موارد بسیار مهمی است که خدا برای خودش این صفت را قرار داده. بله. و اگر هم بریم قرآن را باز کنیم، آیاتی که در رابطه با رحمت هست آیات زیادی هستن، تقریبا بیشتر از 500 آیه ما در رابطه با بحث بخشش داریم که ای آیات را من به بینندگان محترم سفارش میکنم که حتما برن نگاه کنن. با یک جستجوی ساده بسیار راحت میشه ای آیات را پیدا کرد. آیات را وقتی نگاه میکنیم مثلا داریم که از رحمت خدا نباید ناامید شد، رحمت رشد دهنده است، رحمت باعث نجات انسان میشه، و بسیار موارد دیگه که در این آیات وجود داره. یک نگاهی اگر بکنیم یکی آنچه که در این دنیا دیده میشه همش رحمته. آفرینش انسان، رشد دهندگی انسان، نجات انسان همه وسیله صفت رحمت خداوند صورت میگیره. و رحمانیت خداوند هم یک ویژگی که داره یه که خداوند متعال میده ولی چیزی را درخواست نمی کنه از انسان. ماها وقتی که بخوایم چیز به دیگران ببخشیم، خب یا یک شرطی قرار میدیم در او بخشش خودمان، یا یک چشم داشتی داریم میخوایم که خب الان که ما به این شخص بخشش کردم، بعدن باز یک جای دیگه او شخص نسبت به ما باز این حالت را داشته باشه. کمش خانم دکتر توقع داریم که ما از ما امون لحظه تشکر بکنه، تشکر یک جلوی دیگه جلوی بقیه افراد بگه که در فلان جای این از ما یک کدام بخشندگی خاص را انجام کاملا درسته. بنابراین اما در بخشش خداوند ما هیچ چشم داشت، هیچ شرطی را نمیبینیم، چون میدانیم که خداوند متعال غنی است. باز این صفت را هم برای خودش خداوند آورده و معرفی کرده که خداوند متعال غنی است. و
در رابطه با رحمت خداوند باز میخواییم بگیم که بقیه صفات رو هم اگر نگاه بکنیم در اونها ما این رحمت رو هم میبینیم. به عنوان نمونه نامهای خداوند در دعای جوشن کبیر وجود داره که ما این دعا رو معمولا میخوانیم در ماه رمضان و شبهای قدر. دعای بسیار زیباست که صد فراز داره این دعا. اگر نگاهی بندازیم به این دعا، نامها و اسمهایی که از خداوند برده شده در این دعا درش رحمت دیده میشه. ما به عنوان نمونه بعضی از این نامها رو میگم، مثلا مجیب و دعوات، اجابت کننده دعاها. خب کسی که اهل بخششه دعاها و درخواستها را اجابت میکنه. یا غافر الخطیئات، یعنی کسی که بخشنده گناهان و خطاهاست. باز هم این از یک شخص کریم و کسی که اهل بخشش باشه این صفت برش وجود داره. یا خیر و رازقین، بهترین رزق دهندگان. یا واهب الهدایا، کسی که هدیه میده، بخشنده هدیه هاست. یا ذل عفو و رضا. این دسته از اسم ها و نام ها در این دعا کاملا مشهوده و محسوس کاملا دیده میشه. شما اگر نگاهی بندازیم پس به این صد فراز دعای جوشن کبیر، در همه اونها این صفت رحمت را ما کاملا میبینیم. بله. پس بنابراین میخوایم بگیم که اگر نوع نگاه ما، نوع بینش ما نسبت به صفت رحمانیت خداوند ای باشه که خداوند خودش با این صفت معرفی کرده، این صفت یک عام می‌داره در همه جا و فراگیر در همه نام‌ها و اسم‌های خداوند می‌بینیم، پس ما هم که بنده خداوند هستیم و می‌خوایم به اون نزدیک شویم و اصلا سعی کنیم که این صفت در خودمون تقویت کنیم. این صفت را ما باید در خودمون تقویت کنیم و اصلا اصل خلقت ما و وجود ما هم یک خداوند بخشش خودش را نشان بده. بنابراین خب ما هم که خب قرار نزدیک شویم به خداوند متعال و قرب داشته باشیم و نزدیکی را همیشه یاد میکنیم و دوست داریم که یک انسانی باشه که نزدیک به خداوند متعال باشه، بنابراین صفت بخشش و رحمت را باید در خودش تقویت بکنه. بله. پس یک نام نگاه، پس ببینیم که خداوند متعال خودش این صفت را داره، اهل بخشش است. یک نام نگاه، وقتی خب این نگاه را داشته باشیم خب ما دوست داریم که اهل بخشش باشه. نگاه دوم این که باز ببینیم کائنات و بقیه موجودات و چیزهایی که در این جهان هستن اونها هم میبخشن. اصلا خداوند آنها را هم خلق کردن یک طوری که اونها هم اهل بخشش هست. من به عنوان نمونه، من کوچکترین نمونه ها را نام میبرم، باز نمونه های بیشتر رو فکر میکنم باز به ذهن بینندگان ما بیایه، که مثل این که هوا، اگر همین هوا نباشه ما نمیتونیم نفس بکشیم و زندگی کنیم. آب که این همه مهم است برای زندگی موجودات که در این کره خاکی زندگی میکنن و در این دنیا هستن. یا اینکه گیاهان، اینها هم خب با کارهایی که انجام میدن، مثلا مثل اینکه اکسیژن را به ما میدن، باز هم ما میتونیم تنفس کنیم. یا اینکه از گیاهان استفاده کنیم با عنوان خوراک و درمان و راه های دیگه. حتی کم ارزش دارین چیز که مثلا خاک باشه، کاملا همین بخشنده است دیگه. ما محصولات زراعی و کشاورزی رو که دریافت میکنیم از طریق خاک دریافت میکنیم. کاملا درسته. خب دکتر میتونیم این نگاه را داشته باشیم که خداوند مهربان ما را و تمام موجودات را با بخشندگی و رحمت خودش آفرید و ما محصول رحمت و بخشش خداوند هستیم. کاملا درسته. و چون که محصول رحمت خداوند هستیم، این رحمت در وجود همه موجودات نهاده شده، پس همه موجودات این صفت را دارن و انسان چون که اختیار داره میتونه که با حسن اختیار خودش این صفت را در خودش پرورش بده و اینکه خدای نکرده با سوء اختیار کردن این صفت را در خودش از بین ببره.
در حد 3 دقیقه خانم دکتر بیشتر فرصت نداریم، اگر یک جنبندی بفهمم. من نکته سوم رو میگم و بعد از او جنبندی میکنم. نگاه سوم ما ای باشه که ما به هیچ عنوان مالک نیستیم در این دنیا. چون مالک کیست؟ مالک کسی که خالق باشه، یعنی چی؟ خلق کرده باشه، به وجود آورده باشه. خالق و مالک این دنیا خداوند است. بنابراین چون خالق خداوند است، مالک هم خداوند است. خب ما چه کار کنیم؟ یعنی به دنبال کسب روزی و مال و اینها باشیم یا نباشیم؟ ما باشیم، ما باید اهل تلاش و سعی باشیم. سعی و تلاش ما هم در حد توان ماست و توان ما رو هم باز چه کسی خلق کرده و به وجود آورده؟ باز خداوند متعال. پس بنابراین خود ما و هر چی که داریم همه از آن خداوند متعال است، مالک خداوند است. ما باید سعی کنیم که امانت دار باشیم. وقتی که نگاه امانت دارانه به همه چیزهایی که داریم داشته باشیم چی میشه؟ بنابراین سعی میکنیم که خب امانت دار کاملا امانت رو به صاحبش اونطور که صاحبش دستور داده استفاده کنیم. بنابراین بخشش، حالا چی؟ در رابطه با گناه و کار و اعمال دیگران یا در رابطه با پول و پیسه و این مباحث باشه، ما راحت میتونیم بدیم. من مالک این نیستم که فقط مار ما باشه، ما میتونیم این رو به دیگران هم بدم، یا اینکه از گناه و اعمال دیگران هم ما چشم پوشی کنم. بنابراین در جنبه‌ای می‌خوایم بگیم که این سنو نگاه ما به خداوند و جهان و آنچه که در جهان هست باعث میشه که خب ما هم این صفت را در خودمان تقویت کنیم و ببخشیم، و همینطور که کائنات به ما میبخشه، موجودات دیگه به ما میبخشه، در واقع آنها میخوان به ما درس بدن که ما هم موجودات بخشنده ای باشیم. بسیار تشکر میکنم از شما خانم دکتر، بسیار استفاده کردیم. بینندگان عزیز، از شما عزیزان هم تشکر میکنم که تا این لحظه بیننده برنامه خودتان بودید. شاعر میگه بخشندگی آموز، اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. عزیزان، به لحظات ملکوتی از آن ظهر با افق شهر زیبای کابل هم نزدیک میشیم. بسیار محتاج دعای خیر شما مهربانان هستیم. ما را از دعای خیر خودتان فراموش نکنید. ما هم دعاگوی شما بزرگواران هستیم. به همراه کارشناس محترم برنامه خانم دکتر خاوری از حضور شما عزیزان مرخص میشیم. در پناه خداوند مهربان باشید. صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق.